عزیزان سلام عرض می کنم خدمت شما به برنامه از من تعلیم یابید خوش آمدید برای شما دعای خیر و سلامتی می طلبم. خدا به شما برکت بده و امروز عزیزان می درس هفتم رو بخونیم که عنوان درس هست خدای تسلیس و چگونه ایسای مسیح پسر خداوند است می تسلیس رو نگاه کنیم و که چگونه ایسای مسیح پسر خداست که ما مسیحی ها اعتقاد داریم که عیسی مسیح پسر خداست ولی خیلی ها انکار میکنن که عیسی مسیح پسر خداست و میخوایم معنی این که عیسی مسیح پسر خداست اینو میخوایم امروز یاد بگیریم که یعنی چی عیسی مسیح پسر خداست مگه خدا میتونه پسر داشته باشه مگه خداوند همسر داره که بتونه پسر داشته باشه میخوایم اینو امروز یاد بگیریم عزیزان در زبان فارسی موقعی که میگیم پسر یه معنی بیشتر برای پسر وجود نداره پسر یعنی پسری که از هماغوشی پدر مادرش به دنیا میاد پس یه معنی بیشتر برای پسر نیستش توی زبان فارسی ولی عهد جدید در زبان یونانی نوشته شده عهد عتیق به زبان عبرانی و عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و در عهد جدید کتاب مقدس به ما میگه که خداوند جهان را آنقدر, انقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را داد کتاب مقدس میگه خداوند پسرش را داد برای ما که مصلوب بشه در زبان یونانی کلا دو تا واژه برای پسر وجود داره دو تا واژه اولین واژه برای پسر تکنونه تکنون تکنون یعنی پسری که از هم آغوشی والدینش به دنیا میاد خب اینو همه ما اعتقاد داریم که خداوند هم آغوشی نمی کنه. چه مسلمون باشید چه یهودی چه مسیحی همه ما اعتقاد داریم که خداوند پسر نداره خداوند همسر نداره و خداوند با کسی همبستر نمیشه پس این واجه برای ایسای مسیح به عنوان پسر خدا رده خداوند ایسای مسیح تکنون خدا نیست پسر تکنون یعنی پسر جسمانی خدا نیست خداوند پسر جسمانی نداره ولی در زبان یونانی واژه دوم پسر در زبان یونانی هویاس هو هو هویاس هویاس یعنی همزاد با یعنی همزات با به عنوان مثال موقعی که ما میگیم هیتلر پسر جنگ یعنی هیتلر ذات جنگجو داره یا میگیم آقای سروش فرزند صلح یا پسر صلح یعنی سروش ذات سلطرب داره این معنیه پسره من موقعی که ما میگیم عیسی مسیح پسر خداست یعنی هویاس خداست هویاس یعنی همزاد با در واقع ما میگیم که عیسی مسیح همزاد با خداست یک ذات با خدا رو داره عزیزان پس میبینیم در واژه یونانی دوتا معنی هستش یکی تکنونه که گفتیم عیسی مسیح تکنون پسر جسمانی خدا نیست ولی واژه دوم هویاسه یعنی همزاد با خدا عیسی همزات با خداست همچنین در کتاب مقدس از عیسی مسیح به عنوان یگان مولود خداوند یاد شده و یگان مولود خدا در زبان یونانی یعنی هویاس مونوژن هویاس یعنی همزاد با مونوژن ترکیبی از دو واژه هستش مونو یعنی یکی یعنی یه دونه و جن یعنی همون ژنتیک ما 20 هزار تا ژن در سلول های بدن خودمون داریم که یه ژن مثلا رنگ موامون تشکیل میده یه ژن رنگ چشامون رو تشکیل میده یه ژن رنگ پوستمون رو تشکیل میده و خیلی ژن دیگه هستش که بودن 20 هزار تا ژن در سلول های بدن ما وجود داره و و عیسی مسیح مونوژن خداست یگان مولود خداست یگان پسر مولود خداست یعنی مونوژن خداست یک ژن با خدا رو داره و هویاس خداست پسر خدا این یعنی هویاس خداست یعنی هم ذات با خداست اگه عیسی مسیح هم ذات با خدا باشه و مونوجن یعنی هم ژن با خدا باشه یک ژن با خدا رو داره یک ذات با خدا رو داره یعنی عیسی مسیح کیه مطمئنا نتیجه میگیریم که عیسی مسیح خود خداست عیسی مسیح خود خداست هم با خداست هم ذات با خداست پس یعنی عیسی مسیح خود خداست ولی چگونه عیسی مسیح پسر خداست در پیدایش باب یک آیه 26 که خداوند در شش روز زمین آسمان آفرید حیوانات آفرید دریا و خشکی آفرید و روز ششم میخواست انسانو بیافرینه و در پیدایش باب یک آیه 26 و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می خزند حکومت نماید پس خدا آدم را به صورت خود آفرید او را به صورت خدا آفرید ایشان را نر و ماده آفرید پس خدا آدم را به صورت خود آفرید او را به صورت خدا آفرید خداوند آدم را به صورت خودش آفرید به شباهت خودش آفرید پس این نشون میده که یه شباهتی بین انسان و خداوند وجود داره خداوند و انسان در اون وجود یکی هستش یه شباهتی هستش بین انسان و خداوند این شباهت در چی هستش عزیزان اگه خودتون رو در نظر بگیرید یعنی یک انسان یه انسان شامل سه قسمته سه قسمت داره یه انسان اولین قسمت از انسان بدن ماست ما بدن داریم که بدن ما شناخت دنیا رو به ما میده ما میتونیم با دنیای اطراف ارتباط داشته باشیم اون پنجتا حس هستش که میتونیم ببوییم میتونیم لمس کنیم میتونیم بشنویم میتونیم ببینیم میتونیم, ببینیم. میتونیم بچشیم اون پنجتا حس هستش, هستش که ما میتونیم با این دنیای فیزیکی در ارتباط باشیم پس کارهای فیزیکی رو میتونیم با بدنمون انجام بدیم من میتونم کتاب و دارم چون بدن دارم بدنم کار فیزیکی انجام میده بدنم این دنیای فیزیکی رو لمس میکنه و در ارتباط با این دنیای فیزیکی اگه من بدن نداشته باشم نمیتونم کارها رو انجام بدم با دنیای اطراف نمیتونستم در ارتباط باشم نمیتونستم حرف بزنم نمیتونستم گوش بدم نمیتونستم ببینم پس بدن ما کارش اینه که با دنیای اطراف در ارتباط باشه و و کارهای فیزیکی انجام بده دومین قسمت از وجود انسان روانه یا نفس یا جان روان ما یعنی همون افکار و احساسات و اراده ماست سه تا چیز روان ما شامل افکار ماست یعنی اون چیزایی که فکر میکنیم افکار ماست و دومین چیز شامل احساسات ماست در روان ما احساس هستش ما میتونیم گریه کنیم میتونیم بخندیم احساساتی بشیم و سوم قسمت اراده هستش ما میتونیم اراده کنیم یعنی میتونیم تصمیم بگیریم از و کنیم یه کاری انجام بدیم اراده میکنیم و میبینیم عزیزان پس روان ما کارش اینه که فکر میکنه احساساتی میشه و و تصمیم میگیره اراده میکنه این قسمت دوم از وجود انسانه که روان ماست و قسمت سوم وجود انسان روحه یه یادتون باشه خداوند موقعی که آدم, آدم رو از گل درست کرد در بینی آدم روح حیات را دمید و انسان شد موجود زنده روح حیات و خداوند در انسان دمید انسان روح داره روحی که در ما هستش کارش اینه که شناخت خدا رو به ما میده ما میتونیم با خداوند در ارتباط باشیم روح ما رو به خداوند وصل میکنه مثل یه گوشی موبایل میبونه که موقعی که زنگ میخوره اون سیگنال رو میگیره و میتونم با اون سیگنالی که دریافت کرده میتونم صحبت کنم این روح ما اون سیگنال خداوند رو دریافت میکنه اون موج خداوند رو دریافت میکنه روحی که در ما هستش همونطور که گوشی این سیگنال و موج رو دریافت میکنه کسی که زنگ میزنه به من اون سیگنال رو دریافت میکنم و من میتونم با اون شخص در ارتباط باشم و خداوندم روحی که در ما دمیده برای این دمیده که بتونیم با خداوند در ارتباط باشیم بتونیم شناخت داشته باشیم نسبت به خداوند پس یه انسان میبینیم که از سه قسمت تشکیل شده بدن روان و روح هر کدوم از این یکی نباشه ما نمیتونیم انسان زنده باشیم ما باید این سه قسمت در ما باشه تا بشیم یک انسان کامل و الا نمیتونیم یه انسان زنده باشیم پس خدا انسان را به صورت خودش آفرید شبیه خودش آفرید این نشون میده که خداوندم مثل انسان سگانه است اینو عیسی مسیح گفت در متا باب 28 آیه 19 عیسی مسیح در متا باب 28 آیه 19 گفت که بروید همه امتها را شاگرد من سازید و, و, بعد میگه که آنها را به نام پدر پسر و روح القدس تعمید دهید و آنها را به نام پدر پسر و روح القدس تعمید دهید عیسی مسیح گفت آنها را به نام نگفت نام های به نام نام یعنی مفرد نگفت جمع نگفت نام ها گفت آنها را به نام یعنی عیسی مسیح گفت که به نام یعنی یه مفرد یعنی یه دونه یعنی یه خدا هستش عیسی مسیح گفت یک خدا وجود داره ولی در این یک خدا گفت آنها را به نام پدر پسر و روح القدس تحمیدش دهید پس عیسی مسیح گفت یک خدا هستش ولی شامل سه قسمت پدر پسر و روح القدس تحمیدش دهید و تسلیس خداوند میبینیم که در سراسر کتاب مقدس اومده در عهد عتیق اومده در عهد جدید اومده و قسمت های مختلف کتاب مقدس همه جا اومده و خداوندم شبیه انسان یعنی در وجود خداوند و وجود انسان شباهتی هستش که این شباهت در سگان بودن انسان و خداست خداوندم مثل انسان سگان است خداوند انسان رو شبیه خودش آفرید خداوند سگانه بود تسلیس بود و انسان را هم تسلیس آفرید و همونطور که انسان روح داره خداوندم روح داره بهش میگن روح القدس روح القدس کارش اینه که به خداوند سیرت پاک میده خداوند خدای مقدسه روح القدس یعنی روح مقدس یعنی آری از هر گونه گناه یعنی از گناهان خداوند دوره به خاطر اینکه روح القدس داره که روح القدس به خداوند سیرت پاک میده خداوند ذاتش مقدسه پاکه به خاطر اینکه روح القدس داره و همچنین همونطور که ما گفتیم روان داریم یعنی همون افکار احساسات ما اراده ما که شامل روان ماست خداوندم یه چیزی مثل روان ما داره که بهش میگن خدای پدر پدر آسمانی و خدای پدره که کار خدای پدرم مثل روان ماست روان ما کارش اینه که اراده کنه تصمیم بگیره خدای پدرم کارش اینه که اراده میکنه و تصمیم میگیره که یه کاری انجام بده و و قسمت سوم خداوند همونطور که انسان بدن داره که کارهای فیزیکی انجام میده با بدن خداوندم یه چیزی مثل بدن ما داره نه بدن نداره خداوند ولی یه چیزی مثل بدن ما داره که با دنیای اطراف میتونه در ارتباط باشه که بهش میگن خدای پسر یا همون هویاس که گفتیم هویاس یعنی پسر و خداوند که این قسمت از خداوند کارش اینه که کارهای فیزیکی انجام بده از خداوند جدا میشه میاد یه کاری انجام بده و دوباره برمیگرده به وجود خداوند و این قسمت از وجود خداوند کارش اینه که با دنیای اطراف با دنیای کلا با کهکشان با جهان میتونه در ارتباط باشه و کارهایی رو انجام بده کارهای جسمانی انجام بده همونطور که روان من دستور میده به بدنم که کاری، چه کاری انجام بده مثلا به عنوان مثال من صبح بلند میشم صبح ساعت زنگ میزنه من بیدار میشم یونم می خستم میگم نه بذار یه نفش دیگه دیگه بخوابم بعد روانم میگه نه بلند شو برو سر کار اگه سر کار نری سابکارت اخراجت خواهد کرد بعد جسمت به روانت میگه آه اوکی باشه باشه بلند میشم میرم سر کار من نمیخوام کار از دست بدم میبینی روان با جس با بدن صحبت میکنه و روانی که به بدن میگه بلند شو برو سر کار و میرم سر کار و کارو بدنم انجام میده کارهای جسمانی و بدنم انجام میده در حالی که اون روانم تصمیم گرفت اراده کرد که کاری انجام بده خداوندم به همین شکل سگانه است پدر پسر روح و قدس. کار پدر اینه که تصمیم بگیره اراده میکنه مثلا جهان و بیافرینه خدای پدر اراده کرد و خدای پسر انجامش داد خدای پسر کارهای فیزیکی انجام میده و مثل مهندس معمار خدای پدر انگار معمار مهندسه که طراحی میکنه یه ساختمانی و نقشه رو میکشه و میده دسته یه بنا پسر خداوند عیسی مسیح مثل بنا میمونه که اجرا میکنه یعنی انجام میده کار ساختمون رو میسازه و خدای پدر طراحی کرد خدای پسر ساخت جهانو اینو در کتاب مقدس میتونیم بخونیم در یوحنا باب یک آیه یک و دو رو میخوایم با هم بخونیم که میبینیم عیسی مسیح جهان آفرید در یوحنا باب یک و آیه یک و دو در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود به کلمه حرف میزنه می در ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان در ابتدا نزد خدا بود همان یعنی همان کلمه همان کلمه در ابتدا نزد خدا بود همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت همه چیز به واسطه او به واسطه کی به واسطه کلمه همه چیز به واسطه اون کلمه آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت در او حیات بود و حیات نور انسان بود اوکی پس میبینیم که کلمه در ابتدا نزد خدا بود کلمه و خود خدا بود و این کلمه همه چیز آفرید و به غیر از اون کلمه چیزی از موجودات وجود نیافت بعد آیه چهارده میگه و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم جلال شایسته پسر یگانه پدر و اون کلمه جسم گردید یعنی چی؟ کلمه جسم شد و میان ما ساکن شد این کی بود این کلمه ای که خدا بود میه جسم شد و میان ما ساکن شد و جلالش را دیدیم جلال خداوند اون کلمه رو دیدیم که اون خدا بود در نزد خدا بود خود خدا بود همه چیز آفریده بود اون کلمه و به غیر از اون کلمه چیزی از موجودات وجود نیافته بود همون کلمه جذب گردید و میان ما ساکن شد میان ما انسان ها ساکن شد اومد تو این دنیا کی بود این شخص این شخص کی بود که میتونست مرده رو زنده کنه این خداوند کی بود که اومد جذب شد و میان ما ساکن شد که میتونست مرده رو زنده کنه میتونست گناهان رو ببخشه میتونست مریضا رو شفا بده میتونست دیوها رو خارج کنه و میتونست روی آب راه بره میتونست کورا رو بینایی بده این شخص کی بود که به صورت جسم به صورت انسان اومد روی زمین آیا کسی غیر از عیسی مسیحه آیا کسی رو میدونیم تو این دنیا غیر از عیسی مسیح بتونه مرده رو زنده کنه بتونه حیات ابد بده بتونه گناهان رو ببخشه این همه معجزات هزاران هزار بیماران سراغ عیسی مسیح می اومدن عیسی مسیح همه رو شفا میداد هیچ کی نمیتونه صلاحیت داشته باشه که بگه که من همون کلمه هستم که من همون مسیح موعود هستم که اومدم روی زمین هیچ کی نمیتونه فقط خود عیسی مسیح بود که خود خدا بود که به صورت انسان اومد روی زمین که کلمه بود همون عیسی مسیح کلام خداست امام من موقعی که حرف میزنم این کلام من از دلم میاد و شما نمیتونید منو بشناسید مگر اینکه من حرف بزنم مگر اینکه حرف بزنم این کلام از من خارج بشه تا شما بفهمید که من چه شخصیتی دارم من میتونم از کلامم میتونم فش بدم و شما اگه فش بدم شما میفهمید که من بی شخصیت هستم بی ادب هستم ولی اگر سخنان خوب بگم با ادبانه صحبت کنم شما میفهمید که من شخص با ادبی هستم شما ذات منو میتونید بشناسید و خداوندم کلامش کلامش عیسی مسیحه خداوند جهان با کلامش آفرید گفت بزار نور بشه اون کلام هم عیسی مسیح بود که جهان آفرید خدای پدر تصمیم گرفت اراده کرد کاری انجام بده و خدای پسر اومد جهان آفرید و زمین آسمان آفرید خداوند عیسی مسیح و در کولوسیان باب یک همین رو میخونیم باز که به عیسی مسیح اینجا گفته که زمین و آسمان آفریده عیسی مسیح با باب یک آیه 15 و 16 یه شخصیت مسیح و او صورت خدای نادیده است او یعنی مسیح صورت خدای نادیده است خدای پدر نادیده است نمیتونی خدا رو ببینی ولی عیسی مسیح صورتشه نگفتم عیسی م... خداوند یه چیزی مثل بدن ما داره که می... میتونه با دنیای اطراف در ارتباط باشه اون همون عیسی مسیح که صورت انگار خداست اگه میخوای خدا رو بشناسی باید به عیسی نگاه کنی باید به عیسی ایمان بیاری تا بتونی به خدای واقعی ایمان بیاری و او صورت خدای نادیده است نخستزاده تمامی آفریدگان یعنی در اون کسایی که به این دنیا آمدند نخستزاده است یعنی مقامش از همه آفریدگان کسایی که تو این دنیا آمدند مقامش از همه بالاتره زیرا که در او همه چیز آفریده شد زیرا که در او یعنی در مسیح همه چیز آفریده شد در مسیح چه چیزهایی آفریده شد عیسی مسیح چه چیزی آفرید آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختا و سلطنتها و ریاسات و قوات همه به وسیله او و برای او آفریده شد هللویا، همه به وسیله او و برای او آفریده شد پس میبینیم که خداوند عیسی مسیح خالق است خالق ماست ما خداوند عیسی مسیح همه چیز آفرید چه چیزایی یا آنچه در آسمان است چه چیزهایی در آسمان داریم ما ماهو داریم در آسمان خورشید رو داریم ستاره ها رو داریم کهکشان سیاه رو داریم این چیزها رو داریم و آنچه بر زمین است چه چیزهایی در زمین داریم کوه رو داریم دریا نمیدونم جنگل اون چیزهایی که میبینیم تو این زمین هستش و چیزهای دیدنی و نادیدنی هر چیزی که با چشم دیده میشه و این چیزهایی که با چشم دیده نمیشه چه چیزهایی دیده نمیشه مثل اتم مثل سلول میکروب دی ای مثل ویروس مثل الکترون این چیزهایی که به چشم دیده نمیشه میگه اونا را مسیح آفرید و تختها و سلطنت ها ریاسات و قوات یعنی نیروهای شیطان و نمیدونم سلطنت ها یعنی پادشاهان و, و همه رو همه به وسیله او همه به وسیله عیسی مسیح و برای او آفریده شد عیسی مسیح همه رو آفریده جهان و آفرید عیسی مسیح زمین و آسمان و انسان ها رو ریاست و قوات و همه رو عیسی مسیح آفرید هللویا بر عیسی مسیح خداوند عیسی مسیح خالق ما عزیزان اگه به خدای غیر از عیسی مسیح اعتقاد دارید اعتقادتون درست نیست عزیزان و حتی شاگردان خود عیسی مسیح که فیلیپوس فیلیپوس یکی از شاگردان عیسی مسیح بود که شک داشت که آیا واقعا عیسی مسیح که به بس صورت انسانی یه انسان مثل ما آره معجزه میکنه ولی یه انسان آیا میتونه عیسی مسیح خدا باشه شک داشت و اومد سراغ عیسی مسیح و به عیسی مسیح گفت که گفت خداوندا پدر را به ما نشان بده و ما را کافی است یوحنا باب 14 آیه 8 و 9 فیلیپس به وی گفت ای آقا پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است عیسی به دو گفت ای فیلیپس در این مدت با شما بوده ام آیا مرا نشناخته ای کسی که مرا دید پدر را دیده است پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان ده این همه مدت سه سال نیم با شما هستم دارم بهتون تعلیم میدم با چشهای خودتون دیدید که مرده رو زنده کردم مریضا رو شفا دادم و به شما میگم که من همون هستم من خدا هستم شما هنوز اعتقاد ندارید مگه نمیدونی که کسی که مرادید دید انگار خدا را دیده آیه ده آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم لکن پدری که در من است پدری که در من ساکن است او این اعمال را می کند مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید اگه به حرف من گوش نمیدی عیسی مسیح میگه لاقل به اعمال من اون معجزاتی که من دارم انجام میدم به خاطر معجزات به من ایمان بیار عیسی مسیح گفت که من در پدر هستم و پدر در من است مثل همون تسلیس ما تسلیس هستیم سگانه هستیم همونطوری که بدنم در روح همه روح هم در بدنم روانم در بدنم در روح همه یکی هستیم ایسای مسیح هم اینو داشت میگفت می خداوندم مثل ما سگانه است پدر پسر روح القدس میگفت من در پدر هستم پدر در من پدر پسر روح القدس این صدا در یک, یک وجود هستند و پدر پسر روح القدس یک خدا هستند یوحنا با به ده آیه سای مسیح گفت من و پدر یک هستیم من و پدر یک هستیم یه خدا هستش سه تا خدا نداریم ما سه تا خدا رو پرستش نمی کنیم ما خدای پدر رو پرستش نمی کنیم. پس خدای پسر رو پرستش نمی کنیم خدای روح پرستش ما سه تا خدا نداریم ما یه خدا رو داریم یه خدا هستش کتاب مقدس میگه یه خدا بیشتر نداریم ولی این یه خدا سه قسمت داره پدر پسر روح القدس اینو نمیتونی انکارش کنی چون خدا گفته کلامش گفته و حتی تسلیس و خداوند در جهان هم گذاشته که امضایی از خداونده در آفرینش خداوند تسلیس و گذاشته خیلی چیزا هستش که سگانه هستن مثل بوده در نظر بگیرید یه یه اندازه رو در نظر بگیرید یه طول داریم یه ارز داریم و یه ارتفاع داریم طول و ارز ارتفاع یا مثلا مایه رو میتونیم در سه شکل میتونیم ببینیم میتونیم به صورت آب ببینیم میتونیم به صورت بخار ببینیم میتونیم به صورت یخ ببینیم و خیلی چیزا هستش که نشون میده که خداوند تسلیسه خداوند در جهان در این آفرینش خودش با تسلیسی که در جهان گذاشته امضای خودش زده نشون, نشون میده که خداوند تسلیسه یا سگانه است و عیسی مسیح در کتاب مقدس به آدم ظاهر شد موقعی که آدم و آفرید عیسی مسیح آدم و آفرید و با آدم در باغ عدن راه میرفت و خود عیسی مسیح به ابراهیم ظاهر شد و خداوند به یعقوب ظاهر شد به موسی ظاهر شد به سلیمان به اشیای نبی و بسیاری از پیامبران خدا را دیدند در عهد عتیق ولی نمیدونستن عیسی مسیح که هنوز عیسی مسیح در عهد جدید هنوز نیومده بود به صورت انسان, انسان ها مثل پیامبران ابراهیم، مثل داوود، موسی خدا رو دیدن. اینا دیدن خدا رو دیدن. با خداوند رو در رو حرف زدند. موسی بالای کوه سینا با خدا رو در رو حرف زد. ولی عیسی مسیح گفت هیچکس پدر را ندیده. در یوحنا باب 6 عیسی مسیح گفت هیچکس پدر را ندیده است. پس اگه کسی پدر را ندیده پس اون کی بود که به عنوان خداوند به پیامبران عهد ظاهر شد چه کسی بود که موسا خدا رو رو در رو دید عیسی مسیح گفت هیچ از پدر را ندید اگه پدر نبود که به موسا ظاهر شد کی بود عیسی مسیح بود مطمئنا چرا چون عیسی مسیح که کارش اینه که با دنیا در ارتباط باشه عیسی مسیحه که کارهای فیزیکی خدا رو انجام میده خدای پدر تصمیم میگیره خدای پسر وظیفه رو انجام میده پس مثل روان من تصمیم میگیره بدن من انجام میده خداوندم به همین شکل استش که خدای پسری که همیشه از بهش میاد بیرون و میاد توی کهکشان توی زمین هر جایی که دلش بخواد میره کارهایی که پدر بهش سپرده انجام بده و این نشون نمیده که عیسی مسیح کمتر از پدره نه عیسی مسیح گفت من و پدر یک هستیم یه خدا هستند ولی کارهایشون مختلفه کار پدر با کار پسر با کار روح القدس مختلفه یکی نیست مثل کار بدن من با روانم و روحم یکی نیست مختلفه ولی مطیع هم هستند روانم روحم و بدنم مطیع هم دیگر هستند هرچی روانم میگه بدنم انجام میده خدای خداوندم به همین شکل استش که مطیع هم دیگه هستن وظیفهشون مختلفه پدر پسر روح القدس وظایف مختلفی دارن ولی مطیع هم دیگه هستند که یه خدا رو تشکیل میدن پس عیسی مسیح بود که به آدم به ابراهیم به اسحاق به یعقوب به موسی به دانیال اشیاء ظاهر شد و بعد فقط به عنوان خداوند صد در صد خداوند بهشون ظاهر شد ولی در آخر از مریم باکره به دنیا اومد به صورت یک انسان به این جهان وارد شد و عیسی مسیح 100 صد درصد خدا بود شد 100 صد درصد انسان قبل از اینکه از مریم متولد بشه فقط 100 درصد خدا بود از ازل تا ابد عیسی مسیح 100 درصد خدا بود ولی موقعی که از مریم به این دنیا وارد شد شد 100 درصد انسان پس عیسی مسیح که به این دنیا وارد شد دو تا ذات داشت یکی ذات انسانی داشت یکی ذات خدایی یعنی صد درصد خدا بود صد درصد انسان بعضی موقع از ذات انسانی خودش عیسی مسیح استفاده می کرد به عنوان مثال موقعی که گرسنه نمی شد غذا می خورد تش نمی شد آب می خورد یا به عنوان یک انسان با خدای پدر با پدر آسمانی دعا می کرد می گفت ای پدر آسمانی نام تو مقدس باد دعا می کرد یا به عنوان یک انسان رفت روی صلیب و میخوب شد به صلیب مصلوب شد و کشتن اون بدن ایسای مسیح اون ایسای مسیح چون صد درصد انسان بود اون ذات انسانی ایسای مسیح روی صلیب کشته شد و ایسای مسیح اگر فقط خدا بود صد درصد خدا بود هیچ کی نمیتونست روی صلیب بکشه ولی چون عیسی مسیح دو تا ذات داشت صد درصد انسان بود و صد درصد خدا اون صد درصد ذات انسانی ایسای مسیح روی صلیب کاملا مصلوب شد و مرد مرد ولی صد در صد خدا بود اون ذات خدایی عیسی مسیح زنده کرد عیسی مسیح و از مردگان زنده کرد و خدای پدر روح القدس همشون درگیر شدن که عیسی مسیح و از مردگان زنده کنند و پس عیسی مسیح می‌بینیم بعضی موقع از ذات خود انسانی خودش استفاده میکرد ولی بعضی موقع از ذات خدایی خودش استفاده میکرد به عنوان مثال موقعی که مرده را زنده میکرد گفت دخترم بلند شو دختر دوازده ساله که مرده بود گفت دخترم برخیز نمیگفت خدایا اینو زندش کن نه با اقتدار فرمان میداد و دختر مرده زنده میشد گفت ای لازر. ای لازر چهار روز توی قبر مرده بود کفنش کرده بودن گذاشته بودن توی قبر به مدت چهار روز گفت ای لازر بیرون بیا ای لازر از قبر بلند شد و زنده شد فرمان میداد ایسای مسیح و مرده میومد بیرون و دیوها رو بیرون میکرد و خیلی معجزاتی که انجام میداد چون خدا بود با اون فرمانی که میداد با کلامش مردر زنده میکرد مریضا رو شفا میداد صد در صد خدا بود از ذات خدایی خودش عیسی مسیح استفاده میکرد موقعی که رو انجام میداد پس عزیزان این درس امروز بود یاد گرفتیم که خداوند تسلیس سگانست پدر پسر روح القدس مثل انسان که بدن و روان و روح داره خداوندم تسلیسه سگان است و یاد گرفتیم که موقعی که میگه میسای مسیح پسر خداست این پسر جسمانی نیست خداوند نه زن داره نه بچه داره یاد گرفتیم که ایسای مسیح در زبان یونانی پسر یعنی هویاسه عیسی مسیح پسر خداست یعنی عیسی مسیح هویاس خداست یعنی چی یعنی همزات با خداست این معنی واقعی این ریشه واقعی پسر یعنی همزات با خداست یعنی یک ذات با خدا رو داره یعنی در ذات خداوند عیسی مسیح عیسی خدای پسر در وجود خدای پدره گفت من در پدر هستم پدر در من است و پس میبینیم که عیسی مسیح پسر خداست یعنی همزات با خداست ما میتونیم بگیم عیسی مسیح پسر خداست میتونیم بگیم عیسی مسیح خود خداست هر دوتا رو بگید هیچ ایرادی نداره جفتش در کلام هستش که کتاب مقدس میگه عیسی مسیح خداوند ماست او ما را آفرید و همه چیز رو عیسی مسیح آفرید میتونید بگید عیسی خداوند میتونید بگید عیسی مسیح پسر خدا جفتش یکیه عیسی مسیح پسر خدا یعنی همزاد با خدا عزیزان پس بیاید دعا کنیم و با دعا خاتمه بدیم خداوند تو رو شکر میکنیم برای امروز برای ذات خودت برای وجود خودت که خداوند انسان را به صورت خود و به شباهت خود آفریدی همونطور که انسان خداوند تسلیس سگانه است خودت هم خداوند تسلیس بودی که انسان را هم تسلیس آفریدی خداوند تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح که پسر خداست یعنی هم ذات با خداست که خداوند در وجود توه در ذات توه که به صورت انسان وارد این جهان شد و ما جلالش را دیدیم خداوندا و اومد برای ما مصلوب شد چقدر خداوندا تو خدای محبت هستی که ما را لایق دونستی که خداونده برای ما بمیری خداوند روی صلیب چه محبت عظیمی تو رو شکر میکنیم و خداوند دعا میکنم که برکت بدی به این کسایی که این پیام شنیدن و دیدند که بتونن خداوندا آگاه بشند که خداوند تسلیسه و بتونن به اون کسایی که خدا رو نمیشناسن به اونا هم یاد بدن که خداوند خدای تسلیسه خداوند خدای سگانه است خداوند تو رو شکر میکنیم و همه دعاها را در نام ایسای خداوند میطلبیم آمین